روش های کاشت مو چی هن؟ بهترین روش ها کدوم روش ها هستن؟ چرا با هر کلینیکی که تماس میگیریم میگن ما پرتراکم ترین و بهترین و جدیدترین روش کاشت مو رو براتون انجام میدیم؟ کدومشون راست میگن، کدومشون دروغ؟ اساساً کاشت مو از کشور ژاپن استارت خورده شده. توی کشور ما هم این عمل داره نسبتاً خوب و به نحوه احسن انجام میشه، اما قطعاً نمیشه گفت بهترین کشوری هستیم که توی این زمینه فعالیت میکنیم. بنابراین یه نگاه کلی که به کشورهای خارجی بندازیم میبینیم که کاشت مو کلاً توی کشورهای خارجی با دو تا روش انجام میشه. روشی که روش جراحیه که از پشت سر نوار برداشته میشه و اصطلاحاً بهش میگن فلپ و کلاً همه جا به اسم افیوتین شناخته میشه. روش دیگه هم که روش برداشت دونه ایه. برداشت دونه ای قبلها با دستگاه پانچ دستی انجام می شد. امروز حالا یه مقدار پیشرفت کرده با دستگاه میکروموتور انجام می شود. چرا هر کلینیکی توی ایران کاشت مو رو با یه اسم و یه روشی معرفی می کنه و روی اون مانور می ده؟ چون کاشت مو توی ایران جنبه تبلیغاتی و رقابتی پیدا کرده و بیشتر این حواشی هم مربوط به روش برداشت دونه ای میشه. اما بیشتر از این که روش برای شما مهم باشه، همونطور که برای جراحی بینی مراجعه میکنید نتیجه عملکرد پزشک جراح یا تعداد نمونه های موفق مجموعی رو که انتخاب میکنید میبینید یا خدماتی که اون مجموعه مراجعینش ارائه میده و رضایت مراجعینش رو میبینید، توی کاشت مو هم قطعا اون چیزی که باید بیشتر براتون اهمیت داشته باشه نتیجه عمل کاشت موتونه. پس به هر کدوم از مجموعه هایی که مراجعه میکنین برای کاشت موتون حتما تعداد نمونه کارهای موفقش رو بررسی کنین، مطمئن بشین که نمونه کارها مربوط به همون مجموعه است و اعتماد کنین به اون مجموعه و توی اون مجموعه کار کاشت موتون رو انجام بدین. قطعا خدماتی که اون مجموعه به شما ارائه میده، پشتیبانی که تا یک سال بعد از انجام عمل کاشت مو براتون انجام میده هم مهمه. پس به هر مجموعه‌ای که اعتماد کردین صبور باشین و صبوری کنین تا یک سال بعد نتیجه ایدئال کاشت موتون رو ببینین.